این زجه‌های خانواده جوان 23 ساله ای است که به دار آویخته شده. محسن شکاری که به اتهام ایجاد رعب و وحشت اعدام شد. 1. محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و منجر به ناامنی در آن محیط. 2. تمرد نسبت به مأمور بسیج در حین این جرایمی است که نماینده دادستان به او نسبت می‌دهد. علاوه بر اینها متهم شده که یک بسیجی را زخمی کرده. در فیلم اعترافات اجباری و تلویزیونی او به وضوح روی صورتش آثار ضربه دیده می شود. اعترافاتی که بخش عمده آن درباره بازی‌های رایانه‌ای است و تلاش دارد به بیننده بگوید تحت تأثیر این بازی‌ها به اعتراض‌های خیابانی پیوسته و اینکه بارها خواسته خودکشی کند. حکم تکان دهنده دادگاهی که کمتر از 2 ماه طول کشیده، اما رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل از صدور حکم محسن شکاری به اتهامش و لزوم مجازات این متهمان اشاره کرده بود. ماشین سوار رو تهدید کنه که بایستی یا بایستی یا باید بوق بزنی یا چه کنی و الا ماشین تو چنان میکنی. عامل تهدید. اینا بایستی مجازات باشه. به اندازه گناه خودشون باید مجازات باشه. عامل قتل یه جور، عامل تخریب یه جور. صدور و اجرای حکم اعدام به قدری سریع و غیر منتظره انجام شده که رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری غافلگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم از اجرای ناگهانی حکم اعدام محسن شکاری به شدت تکان خورده و اجرای این اعدام فقط 3 هفته پس از اعلام صدور حکم نشون دهنده شقاوت مقامات قضایی ایرانه و اینکه تا چه اندازه میخوان از مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب استفاده بکنن. عفو بین الملل به رویکرد قوه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام سریع و ناعادلانه اعتراض کرده، موضوعی که مقامهای جمهوری اسلامی هم اشاره کرده بودند. بعضی از افراد در زمان کوتاه، واقعا کوتاه رسیدگی شد، حکم صادر شد. عفو بین الملل از سران کشورهای دیگر خواسته این احکام اعدام را با فراخواندن سفرهای جمهوری اسلامی محکوم کنند و از مردم جهان خواسته در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در سراسر جهان تجمعهای اعتراضی برگزار کنند، ضمن اینکه به دنبال راهکار تعقیب مسئولان صدور و اجرای این احکام است. یک درخواست دیگه که عفو بین‌الملل در بیانیه خودش از دولت‌های جهان مطرح کرده اینه که با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برای بازجوها، مقامات دادستانی و مقامات قضایی که در این حجمه به حقوق بشر و در ارتکاب این جنایات بین‌المللی دست دارن، پرونده‌های کیفری تشکیل بدن و اگر شواهد و مدارک کافی میتونن به دست بیارن درباره هویت این افراد، براشون حکم جلب بین‌المللی صادر بکنن و بنابراین به این شکل از صدور بیانیه فراتر برن و تلاش بکنن به مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون بدن که این جنایاتشون در واقع مجازات و عقوبتی به همراه خواهد داشت. موضوعی که ظاهراً موجب بیم مجریان شکنجه، اعترافات اجباری و صدور احکام شده است. در تصاویر اخیر دادگاه‌ها چهره قاضی و عوامل دادگاه نشان داده نمی‌شوند. در فیلم اعترافگیری از محسن شکاری صدای بازجو عوض شده. با چی زنی محسن؟ عفو بین‌الملل از مردم خواسته این افراد را شناسایی و به مجامع بین‌المللی معرفی کنند. میرحسین موسوی از سران جنبش سبز در بیانیه‌ای گفته این گونه حکمرانی به کشتار و ویرانی و از دست دادن همه سرمایه ملی می انجامد و لاجرم مردم نیز در مقابل آن یک پارچه مقاومت خواهند کرد. تعداد زیادی از کشورها هم به این اعدام واکنش نشان دادند. این هم بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی است که واکنش کشورهای غربی را مداخله جویانه خواند و گفت ایران برخلاف بسیاری از رژیم‌های غربی از روش‌های متناسب و استاندارد ضد اغتشاش بهره گرفته است. این نمونه از استاندارد مورد اشاره وزارت خارجه جمهوری اسلامی است. سازمان عفو بین‌الملل اما می‌گوید فهرست اعدام‌ها طولانی است. میدونیم که 12 نفر حکم اعدام براشون صادر شده. از این 12 نفر اسم 4 نفرشون رو نمیدونیم، ولی اسم 8 نفر دیگه سهند
نور محمدزاده، ماهان صدارت مدنی، منوچهر مهمان نواز، محمد بریغانی، محمد قبادلو، سامان سیدی، حمید قره‌حسنلو، اکبر قفاری. شهریار سیامی، رادیو فردا. دوباره شش